یورو 2020 انگلیس با سلاخی اوکراین در ایتالیا حریف دانمارک در نیمه نهایی شد. صعود دانمارک به نیمه نهایی یورو پس از 29 سال این برد تقدیم به اریکسن. پی‌اس‌جی در فکر نابودی بارسلونا، پیشنهاد آنها به مسی رسید. دمبله، گریزمان، روی زشت نژاد پرستی، جنجال فرانسوی ها تمامی ندارد. پیشنهاد مسخره و خنده‌دار بدترین تیم جهان به مسی. با درود و سلام های مجدد، امیدوارم در هر جایی که هستید صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. بزرگترین حمایت شما عزیزان از ما لایک این ویدیو هست، پس لطفاً اون را از ما دریغ نکنید. در صورت رضایت تب می توانید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما را هم دریافت کنید. تیم فوتبال انگلیس با برتری قاطعانه برابر اوکراین به مرحله نیمه نهایی رقابت های جام ملت های اروپا صعود کرد. در آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی رقابت های یورو 2020 تیم های انگلستان و اوکراین در ورزشگاه المپیک های شهر روم به مسافه هم رفتند که دیدار با برتری قاطعانه و پرگل 4-0 شاگردان گریت ساوتگیت به پایان رسید. نخستین گل بازی خیلی زود به ثمر رسید، جایی که در دقیقه سوم روی حرکت انفرادی رحیم استرلینگ هریکن موفق شد با فرصت طلبی دروازه اوکراین را باز کند تا انگلیس خیلی زود نبض بازی را در دست بگیرد و با همین تک گل نیز نیمه اول را پیروز بر رخکن برود. نیمه دوم هم با حملات سشیرها آغاز شد و باز هم این تیم انگلیس بود که به گل رسید. در دقیقه 46 بازی نخستین حمله انگلیس منجر به خطا شد و در نهایت ارسال زیبای لوکشاو را هری مگوایر با ضربه سرش به گل تبدیل کرد تا حساب کار 2-0 شود. 4 دقیقه بعد انگلیس توسط هری کین به گل سوم رسید، گلی که باز هم روی ارسال زیبای لوکشاو در دقیقه 50 و این بار با ضربه سر کین به ثمر رسید تا ستاره سشیرها در این بازی دبل کند. اما این پایان کار نبود. در دقیقه 63 باز هم انگلیس روی یک ضربه سر دیگر به گل رسید. این بار نوبت به جردن هندرسون ستاره لیورپول رسید تا ارسال زیبای میسون مونت از روی نقطه کارنر را با ضربه سرش به گل تبدیل کند تا جشنواره گل شاگردان ساوتگیت با 4 گل به پایان برسد. با این ترتیب انگلیس ساوتگیت که در جام جهانی هم به نیمه نهایی رسیده بود با شایستگی در قامت یک مدعی قهرمانی خود را به مرحله نیمه نهایی و جام 4 تیم رقابت های یورو 2020 رساند و حریف دانمارک برای صعود به فینال مسابقات شد. نکته جالب این مسابقه با ثمر رسیدن 3 گل انگلیس روی ضربات سر بود که در نوع خود اتفاق جالب و بی‌سابقه در مسابقات یورو است. طبق یک آمار دیگر این برای دومین بار در تاریخ بود که تیم ملی انگلیس یک بازی از مرحله حذفی یورو یا جام جهانی را با 4 گل زده پیروز می شود. این اتفاق اولین بار در جام جهانی 1966 و در جریان پیروزی 4-2 برابر آلمان رقم خورد که در نهایت منجر به قهرمانی سشرها شد. در پایان هری کین ستاره تیم ملی انگلیس به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه انتخاب شد. تیم فوتبال دانمارک با شکست جمهوری چک جواز حضور در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های یورو 2020 را به دست آورد. تیم‌های دانمارک و جمهوری چک از ساعت 20:30 به وقت کابل در ورزشگاه المپیک شهر باکو به مسافه هم رفتند که این دیدار با برتری 2-1 هم تیم‌های کریستین اریکسن به پایان رسید. مسابقه دو تیم با یاد کریستین اریکسن ستاره دانمارکی‌ها آغاز شد که تاکنون پس از سکته قلبی در نخستین دیدار دانمارک از مسابقات دور است. یاران اریکسن خیلی زود در دقیقه 5 موفق شدند به گل برسند. روی ارسال استرگ لارسن بود که توماس تلینی موفق شد اولین گل بازی را برای دانمارکی ها به ثمر برساند. در اواخر نیمه نخست بود که پس از دفع چند حمله خوب توسط اشماکل باز هم دانمارک بود که به گل رسید. در دقیقه 42 بود که کاسپر دالبرگ پاس بیرون پای زیبای واخ مایهل را به گل دومی تیمش تبدیل کرد تا نیمه نخست با برتری 2-0 دانمارکی ها به پایان برسد. با شروع نیمه دوم اما ورق برگشت و جمهوری چک موفق شد خیلی زود تیمش را به گل برساند تا چکی ها برای بازگشت به مسابقه امیدوار شوند. پاتریک شیک در دقیقه 49 پاس ولادیمیر کوفال را با ضربه دقیق به گل تبدیل کرد تا چک دقایق باقی مانده بازی را امیدوار باشد. اما در نهایت دیگر توپ از خط دروازه ها عبور نکرد و مسابقه در نهایت با برتری 2-1 دانمارک به پایان رسید تا این تیم پس از 29 سال به نیمه نهایی یورو صعود کند. آخرین بار دانمارک در سال 1992 یعنی 29 سال پیش به نیمه نهایی یورو راه پیدا کرده بود که در نهایت قهرمانی را نیز به دست آورده بود. در حالی که بارسلونا نتوانسته مشکل تمدید با لیونل مسی را حل کند، پی‌اس‌جی به شکل جدی با او وارد مذاکره شده است.
آینده لیونل مسی در بارسلونا همچنان مبهم است. چند روز پیش به شکل رسمی قرارداد او با بارسا پایان یافت و پس از 21 سال مسی دیگر هیچ تعهدی با باشگاه کاتالان ندارد. ولی خوان لپورتا رئیس باشگاه بارسلونا در مصاحبه های اخیر خود همواره تاکید کرده است که مسی ماندنی است و تنها با دنبال راه حلی برای ثبت نام او در فهرست باشگاه هستند. در واقع مشکلات مالی عدیده بارسا و خطر نقص فیر پلی مالی باعث شده تا قرارداد جدید مسی نهایی نشود. بارسلونا باید تعدادی از بازیکنانش را بفروشد یا از دستمزد بسیاری از بازیکنانش کسر کند تا بتواند نام لیونل مسی را در فهرست خود به ثبت برساند. البته کار ساده ای نخواهد بود. لالیگا برای باشگاه ها بودجه معین در مورد دستمزدها تعیین کرده است و در بارسلونا از این حیث دچار مشکل هستند. در چنین شرایطی آیس ادعا کرده است که PSG نخستین پیشنهاد خود را به لیونل مسی ارائه داده است. در روزهای که لاپورتا سخت در تلاش برای رفع مشکل تمدید با مسی است. پارسی ها تحرکات جدی خود برای شکار فوق ستاره آرژانتینی را شروع کردند. پارسی ها البته فعلا عجله‌ای ندارند و منتظر پایان کار مسی در کوپا آمریکا هستند تا مذاکرات را جدی تر پیگیری کنند. آنها اطمینان دارند که بارسلونا نمیتواند به زودی مشکل تمدید مسی را حل کند. جذب مسی و رونالدو رویای قدیمی ناصرالخلیفه مدیر PSG هست و سال 2011 او تلاش داشته حداقل یک از این دو فوق ستاره را به پاریس بیاورد. بدون شک اولویت مسی تمدید با بارسلونا هست، ولی اگر موانع قانونی برداشته نشوند شاید او در نهایت مجبور شود پیشنهاد PSG را قبول کرده و دوباره با نیمار همتیمی شود. یک باشگاه برزیلی که لقب بهترین باشگاه جهان را با خود یدک میکشد با پیشنهاد به مسی وی را به تمسخر گرفت. یک باشگاه کوچک در برزیل به نام ایبیس که در مدت 3 سال و 11 ماه هیچ برد کسب نکرده است و توانسته نام خود را در کتاب گینس به عنوان بهترین تیم فوتبال دنیا قرار دهد، به مسی کاپیتان و فوق ستاره آرژانتینی بارسا پیشنهاد عجیب و توأم با تمسخر را داده است. در واقع این باشگاه از پایان قرارداد مسی با بارسلونا استفاده کرده تا بتواند با ارائه پیشنهاد عجیب در محراق توجه مخاطبین و رسانه‌ها قرار بگیرد. این تیم برزیلی از مسی خواسته که به این باشگاه بیاید، ولی دو شرط عجیب و مسخره برای او گذاشته است. اول اینکه او نمیتواند شماره‌ی تیم را بپوشد و دوم اینکه باید اقرار کند پله از مارادونا بهتر است. ایبیس در ادامه خواسته های تمسخرآمیزش از مسی درخواست کرده که در این باشگاه نباید قهرمان شود و نباید گل های زیادی نیز به ثبت برساند. رفتار این باشگاه برزیلی باعث شده تا این تیم در تیتر مطبوعات دنیا قرار گیرد و کاملا معروف شود. این تیم اکنون 300 هزار دنبال کننده در توییتر دارد. انتشار یک فیلم از آسمان دمبله و آنتوان گریزمان در حال تمسخر ژاپنی ها بازتاب منفی گسترده ای داشته است. انتشار یک فیلم قدیمی برای دو بازیکن فرانسوی بارسلونا دردسر ساز شده است. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته و میتواند برای آنتوان گریزمان و آسمان دمبله حواشی فراوان ایجاد کنند. ابتدا این شایبه وجود داشت که تاریخ این فیلم جدید باشد، ولی از روی مدل موی گریزمان میتوان دریافت که فیلم نمیتواند جدید باشد و به طور ژاپن بارسلونا در سال 2019 برمیگردد، زمانی که بارسا به خاطر قرارداد با اسپانسر ژاپنی خود راکوتن سفر تبلیغاتی به ژاپن داشت و البته دو بازی هم در راکوتن کاپ انجام داد، اتفاقی که همزمان با پیوستن آنتوان گریزمان به بارسلونا بود. ستاره فرانسوی با قرارداد برزش 120 میلیون یورو اتلتیکو را به مقصد بارسا ترک کرده بود و با این تیم نیز راهی ژاپن شد. در این ویدیو جنجالی عثمان دمبله کسی است که با گوشی خود فیلم میگیرد و گریزمان نیز در تصویر مشخص است. در این کلیپ سه مرد ژاپنی، یک تکنسین و نیز دو کارمند هتل در تلاشند تا تلویزیون اتاق این دو بازیکن را راه اندازی کنند. هدف این بود که دمبله و گریزمان بتوانند پلی استیشن بازی کنند. دمبله در این ویدیو ابتدا چهره تکنسین آسیایی که به همراه دو کارمند هتل در حال رفع مشکل تلویزیون اتاقشان در هتل هستند را مسخره و آنها را زشت خطاب میکنند. او خطاب با آنتوان گریزمان میگوید همه این زشت ها اینجا هستند که تو بتوانی PS بازی کنی، شرم نمیکنی؟ دمبله سپاس زبان افراد مد نظر را به سخره میگیرد و میگوید این چه نوع زبان عقب مانده ای هست؟ آیا از نظر فنی در کشور خودتان پیشرفته هستید یا نه؟ در این ویدیو چهره دمبله مشخص نیست و تنها پای او قابل مشاهده است، اما گریزمان چندین بار برمیگردد و با خنده حرفای نامفهوم میزند. دیل استار نوشته است که در این مورد با فدراسیون فوتبال فرانسه و نیز باشگاه بارسلونا تماس گرفته تا نظرشان را جویا شود. باید منتظر روزهای آتی ماند و دید که این ویدیو چه عواقبی برای دو بازیکن فرانسوی بارسا خواهد داشت.